الرحمن الرحیم خدمت مقام معظم رهبری امام المسلمین این ایام مبارک را تبریک عرض می‌کنم. سال روز ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلاله پاکشون امام صادق سلام الله علیه و هفته وحدت و همه مناسبات های خوب ماه ربیع الاول. عرض کنم که مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برنامه های زیادی فرهنگی، آموزشی، تبلیغاتی داره. یکی از برنامه‌هاش مسئله اهتمام به اجلاس‌های بین‌المللی. تا به حال ما تقریباً 400 هیئت به 400 کنفرانس بین‌المللی اعزام کردیم و چند تا اجلاس بین‌المللی را در خارج برپا کردیم. یکی از اجلاس‌های مهم همین اجلاسی که ما در هفته وحدت برگزار میکنیم، یه اجلاس جهانی که هر سال یک موضوع مهمی را مورد مطالعه قرار میده، موضوعی که به کل امت اسلامی ارتباط داشته باشه، مسئله اجتهاد و تجدید، مثلا مسئله بیداری اسلامی، مسئله جهانی سازی و جهان شمولی اسلام. این مسائل را هر سال مطرح میکنیم و تقریبا همه مسائلمون از همین قبیل بودن. امسال 24مین اجلاس را برپا میکنیم تحت عنوان راهکارهای مبتکر نظری و عملی جهت تحقق تقریب مذاهب اسلامی. البته ما سعی کردیم امسال این موضوع را فقط نصف جلسات اجلاس را در بر بگیره و نصف دوم را برای بررسی اوضاع جهان اسلام، برای اینکه وضع جهان اسلام امروز وضع ملتهبی است. البته التهام به نفع اسلام و به نفع پیروزی امت اسلامی است و به نفع رسوندن پیام عظیم انقلاب اسلامی به همه ملت هاست. لذا این نصف بعدی اجلاس را در رابطه با همین موضوع قرار دادیم و انشاءالله ما از متفکرانی که از جاهای مختلف جهان اسلام تشریف آوردن استفاده میکنیم در رابطه با مشکلات مناطقشون، شخصیت هایی که مشرف شدن در حضور حضرت عالی نمونه ای از شخصیت های مدعو جهان اسلام هست. اگر اجازه بفرمایید ما یه چند نفرشون. بله، من آماده هستم که بشنوم از آن. بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله. بسیار خرسندیم که در این جلسه تحت سایه و چتر مجمع جهانی تقریب در جمهوری اسلامی ایران گرد هم بیاییم و این افتخار را داریم که این کار بزرگ انجام می دهیم در جهت تقریب و این خودش گامی در جهت وحدت اسلامی در چارچوب حوادثی که امروزه در جهان حاصل میشه، تغییراتی که در جهت اسلام و به نفع اسلام و مسلمین حاصل میشود و همچنین در چارچوب از بین رفتن سلطه جهانی به رهبری آمریکا، جمهوری اسلامی ایران الگو هستند در مقابل سلطه غرب و نمونه و الگویی برای جهان اسلام و امت اسلام. و من بعضی از نکاتی که باعث جذب من شد اضافه بر مسائل علمی و پیشگامی امام خمینی، ما حرفای زیادی میزنیم و ما از امام خمینی یاد گرفتیم. چیزی که برای من مهم است
که یک حاکم مسلمان باید ساده متواضع باشد، همطور که ما صحابه را رضوان الله تعالی دیدیم و اهل بیت که واقعا اونها الگو بودن در صبر، در قوت، در نمایندگی اسلام. ما میبینیم رهبر معظم انقلاب واقعا شخصیت اول در جهان اسلام است که با کمال شجاعت صحبت میکنن. اصرارشون در جهت پیشرفت امت در زمین فناوری، ما میخواییم این امت را به این گونه ببینیم که همیشه در عدل و فایده رساندن به بشریت اینطور باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در دعوت این امت برای وحدت و از بین بردن همه عوامل اختلاف ما بین خودش و در جهت یادآوری به دعوت خدا، و این است که خداوند همه این امت را جمع کرد و تألیف بین قلوب بین آنها به وجود آورد. ولتکن منکم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. ولذا من دعوت میکنم از همه مسلمان، چه حاکم و چه شهروند، باید این وظیفه را انجام بدهند و این امانت را انجام بدهند. و دعوت میکنم از همه مسلمانان که رابطه فی ما بین خودشون و بین رهبری و بین به رأس هرم و کل قاعده هرم و همچنین الگو در نهضت خودش باشه، چون انسانیت امروز در دوراهی قرار گرفته، یا اختیار بکند راه رهایی و نجات و یا به سوی لبه خودکشی برود. و جهان امروز با مشکلات مختلف روبرو، از جمله اقتصادی که نمیتواند حل بشود مگر با پیگیری الگوی اسلامی، و این چیزی که اندیشمندان اون را خواستند حتی از خود غرب. ما باید این راه حل را برای کل جهان و بیاری خداوند ارائه بدهیم. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. با تبریک آغاز میکنم سخنان خودم را به رهبر معظم انقلاب، به این سالگرد میلاد حضرت رسول و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام، و همچنین به خودمان این روزها را تبریک میگوییم. عید وحدت اسلامی که همواره مجمع تقریب در این رو تلاش میکنه که این برنامه برگزار بکنه و این مناسبت ها ما را بر خیر گرد می آورد. تشکر ویژه به رهبر معظم انقلاب کنم که ایشان آمدند و در روزهای پیروزی در مصر آمدند و صحبت در دو مرتبه صحبت کردند و ما را تشویق کردند و که تبریک گفتن انقلاب و اهمیت های این انقلاب را برای ما نشان داد، و این در حقیقت بازتاب انقلاب های متعدد از جمله انقلاب اسلام ایران که از اسلام را دوباره زنده کرد و از به عنوان اندیشه و عمل انجام، و انشالله همین چیزی که در ایران انجام شد در کشور ما انجام، و ما تجربه ای داریم راجع به تجربه بسیار خوبی، و این تجربه مصر که در جهت خیر و محبت و اعلای شأن اسلام و پرچم اسلام است، و این را یادآوری میکنم. همه کسانی که جمع شدن در میدان تحریر مصر همه نمازهای جماعت، نماز جماعت انجام میدن در وقت خودش، و این دلالت واضحی که چه چیزی در دلهای اونها هست، و این اسلام است که اونها را حرکت داد. و برای نجات از فرعون آخر، همطور که ایران هم از دربار طاغوت نجات پیدا کرد، و انشاءالله ما هم به این مسئله و به این مقصد میرسیم به زودی، و مصر
و ایران دو تا جریان و مهم در منطقه هستن و اگر همکاری بی ما بین این دو کشور انجام بشود، من معتقدم که اسلام تغییر خواهد کرد و من رؤیاهایی دارم انشاءالله متحقق بشود که انشاءالله اسلام اون جاودانگی خودش را به دست بیارد. من همیشه دفاع کردم به عنوان یک استاد از حق ایران در غنیسازی اورانیوم و حقش در دستاوری انرژی اتمی برای کارهای مصانع اتمی در سال 67 وقتی که مسئله اتمی و نیروی اتمی، من حتی از لحاظ قانونی هم مسئله ایران را مطرح کردم که این حق خودش هست. ما در خصوص اصل حسابت میکنه و یک نوع ترسی به وجود آورد و اهمیت وجود این انرژی اتمی برای امت اسلامی. ما باید از ایران حمایت بکنیم، هم دست بشویم برای این دستاوردهای علمیش. تشکر میکنم از همه شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. هر چیزی که امام خمینی میخواستن همون چیزی که تلاش کردن الان ما میبینیم در امام خمینی همون کار را انجام میدهند و الان موازنه جهانی برخلاف منافع آمریکا حرکت داره میکنه و الان در جهت منافع ملت‌ها مقاومت، انقلاب‌ها و کشورهایی که در جهت استقلال و می‌خواد نقش جدیدی ایفا بکنند به این حرکت آمده. ما الان در یک مرحله تاریخی هستیم و بهترین روزهای زندگی خودمون را داریم و ما مراحل گذشته را طی کردیم و این امید را داریم که این انقلابات میلیونی مردمی که هدایت می‌شوند با ارزش ها و هدف ها و آرمان هایی که امت اسلامی در مدت طولانی انجام میداد و الان به اون رسید، ما خرسندیم. الان چیز جدیدی، جهان جدیدی وجود داره که داره تشکیل می شود با ماهیت اسلامی و در جهت خدمت به همه مستضعفین در جهان. و الان باید آمریکا شیطان بزرگ محاصره بشود و به یک شیطان کوچک تبدیل بشود و انشاءالله که سرطان صهیونیسم که امام گفت که غده سرطانی هست، انشاءالله در جهت از بین بردن آن برویم و تلاش بکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم مسلمان در کل جهان امروز به این حادثه ها بهای خود را داده ایستادند که این همه در پرتو انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران در 30 سال قبل دارد ادامه میکند و اگرچه مستکبران جهان تلاش کردند که بعد از انقلاب ایران دیگر هیچ انقلاب، هیچ ثوره، هیچ اعتراض در جهان رخ ندهد و تمام نیروی خود را خرج این برنامهشان کردند، به نهایت در آخر آنها به ناکامی رسیدند و امروز در مدت کوتاه دارد این همه حیمنت پاش می‌خورد و انشاءالله که همونطوری که دوستان اینجا گفتند ما در آینده نزدیک شاهد یک واقعیت های دیگری خواهیم شد با رهبری جمهوری اسلامی ایران و با رهبری مقام معظم رهبری در کل جهان اسلام. و نکته دیگری ما از دوستان و برادران که اینجا حضور دارند، بخصوص از برادران ما در جمهوری مصر، این است که در سیاست های بعدی خودشون در کنار جمهوری اسلامی ایران باشند و فراموش نشود که طول این همه سالهای مبارزه آنها تنها کشوری که در پهلوی این مردم و این ملت ها بود جمهوری اسلامی ایران بود و اکنون نوبت ایشان هست که در کنار جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی از ملت هایی بکنند که خواهش رسیدن به عدالت و به آزادی را دارند. این مسئولیتی است همونطوری که استاد کمال حلباوی
جمهوری اسلامی ایران را همچون نمونه معرفی کردند، امید داریم که این نمونه هم از طرف دیگر کشورهای بزرگ و ملت‌هایی که به آزادی رسیدند و ملت‌های در انتظار آزادی و عدل بوده همچون ارمغان و هدیه آورده می شود. و بار دیگر تشکر میگم از مقام عظیم رهبری که با این صدر وسیع و همت بلند حرف‌های مهمانان را گوش دادند و ما هم ان شاءالله که در خدمت جناب عالی هستیم. ایوالله انفاسکم. سنت. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب امام خامنه ای بزرگ، خداوند حفظتون بکنن و انشالله گامهاتون رو سوار بگرداند. به نام وزیر اوقاف در جمهوری عربی سوریه دکتر محمد عبدالستار سید بهترین درودها را تقدیم میکنم و قدردانی به جمهوری اسلامی ایران، چه در سطح رهبری و چه رئیس جمهور و چه حکومت و ملت، به خاطر میزبانی این کنفرانس اسلامی بزرگ و مبارک. تشکر میکنم از جمهوری اسلامی ایران، چه در سطح رهبری و چه ملت، که از اینکه در کنار همه مسائل عادلانه می ایستد و ایستاده است. و تشکر میکنیم از مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، به ویژه علامه بزرگ آقای محمد علی تسخیری، و تشکر میکنم از آقای احمد موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق. و از خداوند متعال میخواهم به ذات خودت و به خاطر آیاتت و همه کلماتی که مطرح کردید، با ازلیت خودت، با همه علایم، انشالله امام قائد بزرگ ما جناب علی خامنه ای را برای ما حفظ کنه. خداوند حفظشون بکنه. و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. الصلاة و السلام علی اشرف المرسلین و علی آله و اصحابه. از زمان بیروزی انقلابی و این یک غریبی و غربت طولانی بوده به علت ایستادگیش در مقابل سلطه جهانی، و الان در حال پایان است این غربت. و انشالله مسلمانان یک صف خواهند بود. و ما در سودان تشکر میکنیم از جمهوری اسلام ایران که در کنار ما ایستاد، در رنجهای خودمون در زمانهای گذشته، در مقابل توطئه‌های صهیونیستی علیه کشور ما، در جهت تجزیه آن و عدم خیر و صلاح برای آن. و امیدواریم که مسلمانان در آینده یک صف بشوند. و علی رغم اینها باز هم مسائلی هستند که با قوت باید در اون کار بکنیم و اون خلاها را از بین ببریم. از خداوند متعال میخواهم که وحدت اسلامی باشد با حکمت و درایت و رهبری رشید و حکیمانه خودتون. و اشهد ان لا اله الا الله و نستغفره و نتوب الیه. ای والله انفسكم احسنتم. بسم الله الرحمن الرحیم. رهبر معظم انقلاب، مایه افتخاری برای من است که محبت و قدردانی و ولای مجمع علمای مسلمین در لبنان را تقدیم شما بکنم. و الان بیش از 200 عالم شیعه و سنی ما داریم و همه بر وحدت اسلامی تاکید دارن و همچنین وفاداری خودش را ابراز میکنه به رهبر معظم انقلاب آقای خامنه ای. و از طرف دیگر تشکر و قدردانی لبنان را تقدیم میکنم با همه توایف و مذاهب خودش. و ما تشکر میکنیم از امام خامنه ای و جمهوری اسلامی به خاطر پشتیبانی مستمر و اکیدش از مقاومت اسلامی در مقابله با دشمن صهیونیستی به رهبری حسن نصرالله. و این مژده را میدهیم که این مقاومت، مقاومت پیروز است و یک موازنه امنیتی و نظامی و سیاسی به وجود آورد که می ترساند اسرائیل را، چه رهبریش و چه ملت خودش.
و تشکر میکنیم برای همه این چیزا و الحمدلله رب العالمین. ایب الله انفسکم. بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم بکنم به جناب عالی این مژده را در شکست طرح آمریکا در داخل عراق از طریق یک ابراز چهره مخدوش از جمهوری اسلامی ایران و کمک های مثبتی که به همه ملت های جهان ارائه میکنه و از طرف دیگر شکست تفکیری ها که حمایت شدن با همه وسایل و هنوز هم دارن حمایت میشون از طرف آمریکا، به عنوان اینکه آمریکا هنوز ساکت است نسبت به اونها و هنوز با مال و حرکت در داخل عراق داره حمایت میکنه و هنوز تکفیری ها تلاش میکنند که یک فتنه میان عراقی ها به وجود بیارن. آخرین آن این چیزی که مورد هدف قرار دادن زائران را در منطقه دجیل و سامرا و از خود عراقی ها و ایرانی ها ده ها نفر شهید و مجروح شدن. خلاصه میخواهم بگویم و با کمال صراحت در مقابل همه علما، طرح آمریکا در عراق و با تلاش های پیگیر دو ملت ایران و عراق و همچنین رهبریت عراق و ایران توانستیم این طرح را شکست بدهیم و خونسا بکنیم. میخوام احساسات برادران مصری را میخوام ارائه بدهم. اونا با من تماس گرفتن از خود میدان تحریر و به من گفتند که ما نزدیک بود عقب نشینی بکنیم از این انقلاب و این تحسن. روز شنبه بود این صحبت ها، ولی وقتی که ما صحبت و سخنرانی رهبر را شنیدیم این عزیمت ما را بیشتر کرد و بقای ما را به وجود آورد و همه عزم بر این عزم شدیم تا اینکه بمانیم و این رژیم مصری را شکست بدهیم، به خاطر همون سخنرانی که رهبر انقلاب انجام دادن. و هرچه باشد کلمه خدا و خداوند هم بالاترین کلمه است و همه چیزی که از همه علمای ما هم بر زبان آنها جاری شده. سلام و رحمت الله سنتون. بسم الله الرحمن الرحیم. جمهوری اسلامی ایران به رهبری بزرگ و معظم خودش آیت الله خامنه ای این فرصت را به ما داد که زندگی را بتونیم زندگی بکنیم در بالکان و یک اندلس زنده اونجا باشیم، نمرده. و ما به اسم بوسنی و هرزگوین از کوتاهی های خود ما عذرخواهی میکنیم، ولی ما همطور که در هر کشوری یا هر گروه اسلامی در جهان همه اونها تلاش میکنن و به یاد دارن 18 فوریه 1997 وقتی که امام خمینی به کشور خودشون برگشتن پیروزمندانه و این تو همین ما در همچنین مای جشن میگیریم. و ما یک حکمت دیگری هم وجود که ما اون را درک نمی کنیم که شاه ایران خلع شدن در همین ماه و فرعون مصر در همین ماه بازم مخلوع شده و حتی در همان روز پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی 11 فوریه و 18 فوریه. آیا این حکمت نیست؟ ما باید به تاریخ دانان و مورخان می دهیم تا اونها این را ببینند. بعد از انقلاب اسلامی ایران
و بعد از این تلاشی که امام خمینی انجام دادن به نام امت اسلام در قرن بیستم دیگر بازگشتی به عقب نخواهد بود و این انقلاب در ما در اروپا میگوییم که انقلاب فرانسه و حتی بزرگتر و گسترده تر و عظیمتر است و ما آمدیم اینجا تا تبریک بگوییم به جناب عالی و همچنین ملت ایران و اجازه بدهیم که ما هم شریک بدانید در این لحظات خرسند و خوب که و این شهادتی هست و گواهی هست از یک مسلمان از بالکان در قاره اروپا به شما میگویم و خلاصه میکنم سخنم به صحبت امام غزالی که در روزهای آخر زندگیش به پسرش گفت و نوشت ربنا ثبتنا على نهج الرسول، یعنی ما را بر روش استقامت محکم بدار و ثقل و سنگینی گناه را از ما بردار و شر اشرار را از ما دور بکن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایوالله انفسه. بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و موله و بعد. شاید سعی شعبان از اوائل علمایی که از ایران دیدن کردند از اوائل انقلاب و من این افتخار را داشتم که با ایشون بیام و با امام خمینی ملاقات بکنم و دستش را ببوسن. در یک روزی یکی از روزنامه‌نگار پرسید شما یک عرب مسنی و اخوانی به ایران می روی؟ گفت ایران به اصطلاح همون بذر حسن البلایی که در مصر رشد به اصطلاح زمین کاش ولی در ایران به وجود آمد و در الان همه جا رشد کرد و این انقلاب ثابت کرد که ای آمریکا چیزی نیست که از بین رفتنی نیست و شما بر حقین و باطل را از بین میبرید و الگو هستید و الان ما ببینیم انقلاب مصر و تونس که زمینه را هموار میکنیم برای و ما در شام، در سوریه، لبنان و در عراق، ترکیه آماده میشیم برای اون وعده آخرت و فجاس و خلال دیار را ما میبینیم و الان در شمال آفریقا هم میبینیم که همه اونها دارن تلاش میکنن و در حدیث شریف آمده که پرچمهای سیاه از خراسان حرکت خواهد در سال 79. این نماز را خوندید و این شد نماز میلیونی ما در میدان تحریر داشتیم و انشاءالله چنین نمازی در مصر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اونجا داشتیم. البته اونها دور میبینن این مسئله ولی ما اون را نزدیک کن و فتوای بزرگ شما و عدم اهانت به صحابه و امهات مؤمنین واقعا اثر بزرگی داشته و اثر تاریخی داشته، به خصوص که از یک شخصیت تاریخی صادر می شود. من هیچ روزی ما بین مسلمان و مسلمان فرقی نمی گذاریم و همچنین بین نجات، ولی وقتی که شیطان بزرگ به افغانستان آمد ما صحبت از پشتون و هزاره صحبت کردیم، در عراق همینطور و انشاءالله مسئله بر می گردد به شرق عربی مسلمان به برکت شما و همچنین حضرت رسول. و تشکر می کنم از شما از توی برادرانتون در لبنان به ویژه برادران شما در حرکت توحید اسلامی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نريد ان نستفيد من سماحت الامام القائد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب استفاده. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی لذت بردیم از بیانات برادران عزیز و ای کاش وقت بیشتر می بود و می توانستیم از بیانات دیگر برادران هم استفاده کنیم. وقتی می شنویم این حرف ها رو از شما
بار دیگر عظمت اسلام، فراگیری اسلام و پیروزی اسلام برامون مجسم میشه. این دیدار امروز و جلسات شما به عنوان وحدت تشکیل شده، اتحاد دنیای اسلام و وحدت بین مسلمین. وحدت البته مسئله اصلی است. اگر اتحاد بین مسلمین تحقق پیدا بکنه به صورت واقعی، به معنای حقیقی، اکثر مشکلات مسلمین برطرف خواهد شد و باید همه تلاش کنیم، ما هم باید تلاش کنیم، همه باید تلاش کنند که انشاءالله دلها به هم نزدیک بشه، نه فقط زبانها، دلها. وقتی به یک دیگر نزدیک شد، دستها و عملها هم به یک دیگر نزدیک خواهد شد. لکن امروز دنیای اسلام در یک مقطع تاریخی قرار داره. ما این مقطع رو باید بشناسیم، ما از این مقطع نباید غفلت کنیم. در این 30 سال گذشته هرگز چنین وضعی پیش نیامده است در دنیای اسلام، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. این که میگیم یک مقطع است، معناش این نیست که در طول این 30 سال دنیای اسلام آرام بوده، ساکت بوده، بی‌تفاوت بوده. نه، من اعتقادم اینه و واقعیت قطعا همینه، در طول سالهای متمادی حرکت بزرگان، حرکت مصلحان، خون فداکاران، تعلیمات اصحاب فکر و در نهایت انقلاب اسلامی ایران تأثیر گذاشته است در دنیای اسلام. دلها رو منقلب کرده، را جهتها رو نشان داده و به تدریج انگیزه ها متراکم شده و در یک فرصتی حالا داره بروز میکنه این انگیزه ها. این مقطع مقطع مهمی است، هم میتوانه به حل مشکلات دنیای اسلام منتهی بشه و هم اگر درست این مقطع رو نشناسیم و از اون بهره صحیح را نبریم، ممکنه مشکلات دیگری رو خلق کنه برای ما. اونجا اتفاق افتاده، حرکت میلیونی مردم در صحنه است. این بی‌نظیره. در جمهوری اسلامی این حرکت بود که توانست ایران رو نجات بده. اگر به جای میلیون ها مردم، احزاب و گروه ها و شخصیت ها و اینها وارد میدان می شدن، این تأثیر اتفاق نمی افت. اثری در حضور میلیونی مردم هست که در هیچ چیز دیگر اون اثر نیست. البته حضور میلیونی مردم جز با ایمان قلبی امکان پذیر نیست. اولا بیان، ثانیا در صحنه بمانند تا حصول نتیجه، ثالثا اون نتیجه رو حفظ کنند. اینها ایمان لازم داره، ایمان اسلامی، ایمان مذهبی لازم داره. اینجا اسم آورده شد از انقلاب کبیر فرانسه. انقلاب کبیر فرانسه یه حرکت مردمی بود و به پیروزی رسید، اما اون پیروزی محفوظ نماند. یعنی در سال 1789 انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاده، در سال 1800 یعنی 11 سال بعد حکومت سلطنت بار دیگر در فرانسه به وجود آمده، یعنی ناپلئون آمد سر کار که علم یکون شیء مذکور. بعدم ناپلئون مرد، همون خاندانی که با انقلاب کبیر فرانسه رفته بودن دوباره همون آمدن سر کار، بوربون ها. و سالها طول کشید تا 1860
سلسله سلاطین در فرانسه همینطور دست به دست شدن. پس انقلاب به وسیله مردم پیروز شد، اما مردم نتوانستن انقلاب رو نگه دارند. این خیلی مطلب مهمی است. ما توانستیم انقلابمون رو نگه داریم به برکت ایمان، به برکت اسلام، به برکت دمیدن پی در پی روح قرآن در کالبد این مردم و در دلهای این مردم. این است که میتوانه تضمین کنه بقای حرکتها را و تداوم اونها رو و پیروزی اونها رو. این باید اتفاق بیفته. امروز مردم توی صحنه، در مصر، در تونس و در بعض از نقاط دیگر، این باید هدایت بشود. دشمنان سعی میکنن این حرکت رو غیر اسلامی نشان بدن. این خطاست، قطعا اسلامی است. گذشته مصر این رو نشان میده، حرکت امروز مصر هم همین رو نشان میده، شعارهای مردم، حضورشون در نماز جمعه اینها رو نشان میده. بنابراین قطعا اسلامی است، اگرچه سعی میکنن دشمنان نگذارند که این اسلامی بودن تثبیت بشود در مصر یا در جاهای دیگر. اینو باید تقویت کرد. اساس کار در دنیای اسلام، اساس مشکل آمریکاست. حضور مستکبرین و مستعمرین در دنیای اسلام همیشه بیشترین ضربه و بزرگترین ضربه را به هویت اسلامی و مردمی ملت‌ها زده. از شرق دنیای اسلام بگیرید، از اندونزی و مالزی و هند و تا برسید به آفریقا، همه جا حضور مستعمران بوده است که ملت‌ها رو ضعیف کرده، خون اونها رو گرفته، اونها رو اراده هاشون رو تضعیف کرده. امروز اون مستکبر و مستعمر آمریکاست، بقیه در حاشیه‌ان. حضور آمریکا بزرگترین مشکله. گفت وجود که ذنب لا یقاس به ذنب، از همه بدبختی های دنیای اسلام بزرگتر امروز حضور آمریکاست. این رو باید علاج کرد، باید آمریکا رو از عرصه دور کرد، او رو تضعیف کرد. خوشبختانه ضعیف هم شدن. آمریکای امروز آمریکای 20 سال قبل و 30 سال قبل نیست. آمریکا امروز به شدت ضعیف شده است. اینو باید نگه داشت. ناامید نباید بود. ما ببینید صحنه صدر اسلام برای ما الگوست. من نمیخوام ادعا بکنم که همه حوادث ما عیناً شبیه حوادث صدر اسلامه. نه، دنیا تغییر کرده، انگیزه ها، شکل ها عوض شده. لکن صدر اسلام یک تابلو بسیار پیچیده و هنرمندانه و مندمجی است که بخش های گوناگون زندگی تاریخی امت اسلامی رو تا امروز و تا ابد میشه در اجزای این تابلو مشاهده کرد. هر کدام از این بخش ها رو انسان ملاحظه کنه و تطبیق کنه با زمان خودش میتوانه بفهمه. ملاحظه کنید دو جور آدم در مقابله با دشمن وجود داره. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا و اذ قال الطائفة منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فرجعوا. این یک نگاه، یک دیده در مقابله با این حوادث. یک دیده دیگه این است که میگه ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اینم یک دیده. هر دو مال یک حادثه است، هر دو مال حادثه احزابه. یک عده وقتی احزاب رو میبینن میگن ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، عده دیگر وقتی احزاب رو ببینن میگن هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. این مهمه، این داره وضع فعلی ما رو به ما نشان میده. دو جور انسان ما داریم. یک عده هستن که وقتی هیمنه آمریکا رو میبینن، قدرت نظامی او رو میبینن، قدرت دیپلماسی او رو میبینن، قدرت تبلیغاتی او رو میبینن، پول فراوان او رو میبینن، وقتی اینها رو میبینن مرعوب میشن، میگن ما که نمیتونیم کاری بکنیم، چرا بی خودی
نیروهامون رو هدر بدیم، ما که کاری ازمون بر نمیاد. الان هستن، در زمان انقلاب ما هم بودن، ما مواجه بودیم با افرادی از این قبیل که میگفتن آقا بی خود چرا خودتون زحمت میدید، به یک حد اقلی قانع بشید و تمام کنید قضیه رو. یه عده اینجور، یه عده دیگه هستن که نه، قدرت دشمن را با قدرت خدای متعال مقایسه میکنن، عظمت دشمن را در مقابل عظمت پروردگار قرار میدن. اون وقت میبینن که اینا حقیر محضند، اینا چیزی نیستن. وعده الهی را هم راست میشمرند، وعده الهی را راست میشمرند، حسن ظن به وعده الهی دارن، این مهمه. خدای متعال به ما وعده کرده است ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوی عزیز، این وعده قطعی است، وعده مؤکد. اگر چنانچه ما حسن ظن به وعده الهی داشته باشیم یک جور عمل میکنیم، اگر سوء ظن به وعده الهی داشته باشیم جور دیگری عمل میکنیم. خدای متعال افرادی را که سوء ظن دارن اینها رو مشخص کرده، و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم عذابا أليما. این الظانین بالله امروز هم هستن که کسانی هستن که الظانین بالله ظن السوء. چند آیه بعد میگه بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا و زوین ذلك فی قلوبكم و ظن السوء و کنتم قوما سوء. سوء ظن به خدا موجب میشه انسان بنشینه، از حرکت، از کار، از تلاش باز بمانه. اگر حسن ظن به خدا داشتیم اون وقت میتوانیم پیش بریم. ما حسن ظن به خدا داریم و خدای متعال با ما طبق حسن ظنمون عمل کرده است. ما در طول این 30 چند سال خدای متعال با ما طبق همون حسن ظنی که به خدای متعال داشتیم اونجور با ما عمل کرده. ما مشکلات فراوانی داشتیم، از همه این مشکلات پیروز آمدیم بیرون. محاصره اقتصادی چیز کوچکی نبوده و نیست، ما محاصره رو زیر پا گذاشتیم. به ما گفتن در همین اواخر، گفتن که ما بنزین به شما نمیفروشیم، ما یک کشوری هستیم تولید کننده نفت اما وارد کننده بنزین. گفتن بنزین بهتون نمیفروشیم. این یه نمونه خیلی کوچکی است که صدها نمونه از این قبیل هست. نیروهای ما با امید به خدا آمدن، بر اثر این کار در ظرف کمتر از 1 سال ما از واردات بنزین خودمون رو بی نیاز کردیم، یعنی توانستیم این کار رو بکنیم. جنگ بر ما تحمیل کردن، 8 سال ما بر ما جنگ تحمیل کردن، ما رو در مقابل دشمنی قرار دادن، دشمن عنود بد، دشمن بسیار خبیث مثل صدام حسین. با همه نیروها هم از او دفاع کردن و حمایت کردن، ما الحمدلله توانستیم بر این حادثه فائق بیاییم. به امید و خدا در همه میدانها پیش رفتیم. ما امروز در میدان علم هم پیشرفت کردیم. اشاره کردن به مسئله هسته‌ای ما، مسئله هسته‌ای رو توانستیم به توفیق الهی، به قدرت الهی حل کنیم و پیش رفتیم. امروز هم غربی‌ها جنجال میکنن اما عقبن از ماجرا، تهمت میزنن، حرف میزنن، تبلیغات میکنن، فشار میارن اما کاری نمیتونن بکنن. گذشت زمان به سود ماست، ما داریم همطوره پیش میریم، اونا هم دارن تو سر خودشون میزنن و جنجال میکنن. وقتی با توکل به خدا وارد بشیم اینجوریست. من آمدن اینجا جوانهایی که در همین زمینه هسته‌ای فعالیت میکردن 2-3 سال قبل از این اصرار کردن، درخواست کردن بیان من رو ببینن. یک نمایشگاهی اینجا درست کردن در همین حسینیه که من از نزدیک شاهد کارهای اینا باشم. من رفتم اونجا، این جوانها رو که انسان میبینه، اولا همه جوان، ثانیا همه مؤمن. یه وقتی خیال میکردن که هر کسی وارد علوم جدید شد و متخصص شد لزوماً بایستی بیدین باشه، بی اعتنایی بدین باشه. من دیدم نه، همشون جوانهای مؤمن، علاقه من با اخلاص. الان در بخش‌های مختلف کشور ما اینجوریست. ما این تجربه ماست، این در اختیار دنیای اسلام است، این تجربه. البته
مردم مصر، ملت مصر، ملت‌های دیگه الحمدلله پرند از مفاهیم و معارف اسلامی. ما آشنا هستیم با معارف اسلامی که در مصر شایع بوده در طول زمان‌ها. من تو همین نماز جمعه‌ای که اشاره کردید گفتم ملت مصر اولین ملتی بود که با فرهنگ غربی آشنا شد. ناپلئون آورد فرهنگ غربی رو به مصر و اولین ملتی بود که عیوب این فرهنگ رو فهمید و با او مواجه شد، یعنی شیخ محمد عبدو و سید جمال و دیگران پایگاهشون مصر بود و اینا اولین کسانی بودن که با فرهنگ غربی سینه به سینه شدن و مواجه شدن و با او مبارزه کردن. بعد از اونم به حمدالله مصر، خب مصر و خیلی از کشورهای عربی مرکز جوشش افکار اسلامی بودن و برای همه اسلام مفید بودن. امروز این مردم وارد میدان هستند. باید کوشش بشود، سعی بشود دشمن نتوانه حرکت مردم مصر را مصادره کنه، نتوانه او را منحرف کنه، نتوانه یک دنباله ای از رژیم طاغوت را و رژیم فرعون را در مصر باقی بگذاره، بعد به تدریج همه جا رو فرا بگیره. باید اینها رو مراقبت کرد. این وظیفه هم خود مصری ها هم همه دنیای اسلام است. یعنی با هم تفاوتی نباید بین ملت ها باید تفاوت نباشه. وحدت اسلامی اولین اثرش باید این باشد که ملت ها با هم احساس همدردی کنند، که وقتی یک ملتی خوشحال است بقیه خوشحال بشن، وقتی غمگینه بقیه غمگین بشن، وقتی گرفتاره بقیه در اون گرفتاری خود رو سهیم بدانند، وقتی استنصار میکنه بقیه به نصرت او بشتابند و برن به سراغ او. این وظیفه ای ماست و این پیش خواهد رفت. این وعده الهی رو ما قبول داریم، یقین داریم، معتقدیم که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، و خدای متعال کمک خواهد کرد بلا شک به مردم مؤمن. قدر این جلسات رو باید بدانیم هممون. این نزدیکی دلها خیلی با ارزشه. مسئله سنی و شیعه و دعواهای سنی و شیعه چیزهایی است که امروز دشمن میخواد روی اونا تکیه کنه. دشمنان اسلام، اون کسانی که راجع به تشیع، راجع به تسنن، دلسوزی اینها از یک دیگر حرف میزنن، نه سنی رو قبول دارن، نه شیعه رو قبول دارن، نه بزرگان اسلام رو قبول دارن، نه علمای امروز رو قبول دارن، اونا اهداف دیگری دارن. بایستی برای همه اینها فائق آمد و وحدت رو تأمین کرد و انشاءالله وحدت پشتوانه پیروزی دنیای اسلام خواهد شد. خوش آمد عرض میکنم مجدداً به برادران عزیز و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.